درود بر شما دوستان، در این ویدیو میخواییم با هم ساحلی رو توسط فینکس FD شبیه سازی کنیم. ابتدا یک شبیه ساز مایات به صحنه اضافه میکنیم، به قسمت تنظیمات میریم. برای شبیه ساز اول میخواییم تنظیمات رو طوری انجام بدیم که بتونیم همون تنظیمات رو برای بقیه شبیه ساز هم اعمال بکنیم. به ترتیب از لیست گرید گزینه های X, Y, Z, سل سایز رو تنظیم بکنیم. این گزینه ها برای تنظیم تعداد پیکسل ها و اندازه شبیه سازه. از لیست داینامیک گزینه های موشن انرشا، اینیشال فیل اپ و استپر فریم رو با توجه به ویدیو تنظیم کنید. عملکرد این گزینه ها به این صورته که خدمتتون عرض می کنم. موشن انرشا با فعال بودن این گزینه وقتی که شبیه ساز رو دستی جابجا کنیم مایه هم تحت تاثیر این جابجایی قرار می گیره. اینیشال فیل اپ این گزینه تنظیم میکنه که تا چند درصد از شبیه ساز از مایه پر بشه. Step per frame برای تنظیم میزان دفعات محاسبات توی هر فریم استفاده میشه که هر قدر مقدار step per frame رو افزایش بدیم شبیه سازی هم با دقت بیشتری انجام میشه. از لیست فوم گزینه های enable, foam threshold, foam amount, b2b interaction, rising speed, falling speed و strength رو تنظیم کنید. عملکرد این گزینه‌ها به این صورته که خدمتتون میگم. با فعال بودن این ایبل کف شبیه سازی میشه. مود نوع نمایش ذرات رو مشخص میکنه. فوم فرشولد آستانه بین ذرات کف رو تنظیم میکنه که با کاهشش پویایی ذرات کف واقعی تر به نظر میاد. فوم اماونت برای تنظیم تعداد ذراته. بی تو بی اینتراکشن فعل و انفعالات بین ذرات رو تنظیم میکنه که با افزایشش مانع از فروپاشی ذرات کف میشه. رایزینگ سپید برای تنظیم سرعت بالا اومدن ذرات کف به سطح مایه و فالینگ سپید برای تنظیم سرعت پایین اومدن ذرات زمانی که توی هوا هستن استفاده میشه. از استرنگ هم برای الگو دادن به کف استفاده میشه که با افزایشش الگوی شکل پذیر تری رو نمایش میده. از لیست سپلش میست، گزینه های اینیبل، بای فری فلای، فوم اماونت، اوتساید لایف و لیکوید لایف رو تنظیم کنید. عملکرد این گزینه ها به صورتی که خدمتتون عرض می کنم. اینیبل که خب کار فعال سازی افکت رو انجام میده. بای فری فلای مناسب شبیه سازی آبشار و امواج اقیانوسه که افکت پخش شدن قطرات مایه رو توی هوا نشون میده. فوم اماونت برای مواقعی که بخوایم با برخورد قطرات آب به سطح آب کف تشکیل بشه. اوتساید لایف میزان ماندگاری ذرات رو وقتی از محدوده شبیه ساز خارج میشیم نشون میده. و لیکوید لایک که با افزایش مقدارش شکل واقعی تری به قطرات میدیم زمانی که به هوا پرتاب میشن. از لیست آوتپوت گزینه های ولوسیتی رو فعال بکنید. حواستون باشه که برای میست، اسپلش و فوم هم گزینه ولوسیتی فعال باشه. هدف از فعال کردن ولوسیتی استفاده از افکت موشن بلر در هنگام رندر کردنه. برای مشاهده کف و قطرات شبیه سازی شده لازمه که دو عدد شیدر پارتیکل به صفحه اضافه بکنیم که یکی برای نمایش سپلش، میست و دیگری هم برای نمایش فومه. در تنظیمات پارتیکل شیدر برای اسپلش و میست گزینه های مود، دیفیوز مالتیپلایر، سایز مالتیپلایر، سایز ترشولد و کاونت مالتیپلایر رو با توجه به ویدیو تنظیم بکنید. عملکرد این گزینه ها به صورتیه که خدمتتون میگم. مود که حالت نمایش ذرات رو مشخص میکنه، دیفیوز مالتیپلایر که تنظیم کننده شدت روشنایی ذراته، سایز مالتیپلایر مربوط به اندازه ذرات، سایز ترشولد برای این منظوره که تنظیم کنیم ذرات اگر از این اندازه کوچیک‌تر باشن حذف بشن. کاونت مالتیپلایر هم برای تنظیم تعداد ذرات.
در تنظیمات پارتیکل شیدر به فوم هم مود، دیفیوز مالتیپلایر، سایز مالتیپلایر، سایز ترشولد و کاونت مالتیپلایر رو تنظیم بکنید. توجه داشته باشید که بعد از پایان شبیه سازی میتونیم فوم، سپلش و ویتینگ رو به پارتیکل شیدرها اضافه بکنیم. برای افزایش سرعت رندر، کاونت مالتیپلایر رو تا حد امکان مقدار کمی بهش میدیم. برای کاهش زمان شبیه سازی 3 عدد شبیه ساز به صحنه اضافه کردیم که اولین شبیه ساز همراه با پارتیکل شیدرهاش به صحنه اضافه و تنظیم شد. برای شبیه ساز دوم از همون تنظیمات شبیه ساز اول استفاده می‌کنیم، به جز دو مورد که قرار افکت ویتینگ یا همون خیسی و همینطور ادامه شبیه سازی رو از شبیه ساز اول داشته باشه. برای فعال کردن قابلیت ادامه شبیه سازی از شبیه ساز دیگه، در شبیه ساز دوم گزینه کیسکید سیمولیتور رو فعال و شبیه ساز اول رو انتخاب میکنیم. از لیست داینامیک ویتینگ رو فعال و گزینه های کنسومد لیکوید، دراینگ تایم و استیکی افکت رو با توجه به ویدیو تنظیم میکنیم. عملکرد این گزینه ها به این صورته که براتون میگم. کنسوم لیکوید تنظیم میکنه که مایع تا چه مدت موندگاری داشته باشه و درین تایم برای تنظیم مدت زمان ویتینگ که حتی زمانی که مایعی روی سطح دیگه نباشه اون افکت خیسی خودش رو تا چه مدت نمایش بده. استیک افکت هم برای تنظیم میزان چسبندگی مایع. در شبیه ساز دوم به دلیل فعال کردن ویتینگ لازمه که پارتیکل شیدر دیگری هم فعال بکنیم. مثل شبیه ساز دوم برای شبیه ساز سوم هم 3 عدد پارتیکل شیدر رو ایجاد می‌کنیم. در واقع پارتیکل شیدرهای شبیه ساز دوم رو کپی می‌کنیم. توجه داشته باشید که اسپلش، میست و ویتینگ مربوط به شبیه ساز سوم انتخاب شده باشه. برای نمایش دادن خیسی لازمه که به جلوه ویتینگ تکسچر اضافه بکنیم.
روش کار به این صورته که ابتدا نوع متریال رو Very Blend Material انتخاب میکنیم. دقت کنید که گزینه Keep Old Material انتخاب شده باشه. در اینجا سه قسمت داریم. بیس متریال مربوط به متریال اصلی، کاست متریالز برای تنظیم رنگ ویتینگ و بلند امونت برای افزودن ابزاری که قرار افکت ویتینگ رو شبیه سازی بکنه که در اینجا از ابزار فینکس FD پارتیکل تکس استفاده میکنیم. سایر تنظیمات رو هم با توجه به ویدیو انجام بدین. در مرحله آخر می‌خوایم موج رو شبیه سازی بکنیم. برای شبیه سازی موج از ابزار ویو فورس استفاده می‌کنیم. در قسمت تنظیمات ویو فورس گزینه‌ای با عنوان اوشن مپ وجود داره که با استفاده از اون متریال فینکس FD اوشن تکس رو انتخاب می‌کنیم. گزینه های Control by Wind Speed, Level of Detail, Sharpness, Velocity Coherence و Rate of Change رو با توجه به ویدیو تنظیم کنید. عملکرد این گزینه ها به صورتی که خدمتون عرض می کنم. Control by Wind Speed که معنیش کنترل سرعت باده ولی در واقع ارتفاع امواج رو تنظیم می کنه. Level of Detail برای تنظیم جزئیات سطح امواجه که وقتی بخوایم تلاطم‌های شدیدی روی موج ایجاد بکنیم مقدار لول آف دیتیل رو افزایش میدیم. شارپنس برای تنظیم تیزی تاج موجه و در آخر ریت آف چینج برای تنظیم سرعت امواج استفاده میشه. سایر گزینه‌هایی که توی ویدیو مشاهده میکنید رو تنظیم بکنید. فورس ویو دیگه هم اضافه میکنیم که از اون برای نمایش جزئیات سطح امواج استفاده کردیم. هرچند این کارو میتونستیم فقط با یه فورس ویو انجام بدیم ولی برای کنترل دقیق روی حالت تاج موج لازم به انجام این کار شدیم. حالا میتونید شبیه سازی رو آغاز کنید. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق تلگرام یا گروه واتساپ فینکس FD مطرح بکنید. امیدوارم لذت برده باشید.